در جنوب غربی آمریکا یک کویر خشک و سوزان وجود داره با نام صحرای نوادا که پر رمز و رازترین مکان ممنوعه جهان در آن قرار دارد، منطقه 51. در میانه های این صحرای بیاب و علف و شورزار جاده خاکی متروکه وجود دارد که به منطقه 51 ختم می شود. اگر به نزدیکی این منطقه برسید، تابلوهای بسیاری به شما هشدار می دهد ورود ممنوع و چیز دیگری وجود ندارد و شما فکر میکنید اینجا که کسی نیست و مانعی وجود ندارد، ولی اشتباه میکنید، آنها همه حرکت شما را زیر نظر دارند. این جاده و این منطقه پر از دوربین های مخفی است که تمام زوایای مختلف و کوچکترین حرکت را با سنسورهای پیشرفته که در هر گوشه نصب شده تحت نظر دارند. در بالای تپه یک وانت سفید با شیشه های دودی ایستاده. کوچکترین حرکت اضافه در این لحظه میتواند از هر سوراخی یک کامیون پر از سرباز تا دندان مسلح را جلوی شما سبز کند. پر رمز و راز بودن این مکان فوق سری باعث حدس و گمان‌های بسیاری در چند دهه گذشته شده است. ولی واقعا کسی نمی‌داند دقیقاً در منطقه 51 چه می‌گذرد. بعضیا معتقدند در این مکان تعدادی از آدم‌های فضایی نگهداری می‌شوند. بعضی دیگر میگویند بقایای یک سفینه فضایی که در سال 1947 در آمریکا سقوط کرده در این مکان نگهداری می‌شود. خیلی‌ها هم میگویند آن سفینه فضایی نبوده، بلکه یک جت اتحاد جماهیر شوروی بوده که خلبانش یک کوتوله جهش یافته بوده. تعدادی هم میگویند استودیوی نمایش فرود آپولو 11 را که سه فضانورد آمریکایی بر سطح ماه را می‌روند در این مکان است. حالا چه واقعیت و یا چه افسانه، منطقه 51 یک مکان واقعی است که هنوز در حال استفاده است. ممکن است آنجا بقایای یک سفینه یا آدم فضایی وجود داشته باشد و یا اینکه استودیوی فیلمبرداری ماه در آنجا باشد، ولی فقط تعداد بسیار کمی از فعالیت‌هایی که درون این منطقه فوق سری اتفاق می‌افته خبر دارند. همانطور که پیتر مرلین نویسنده و مورخ هوافضا می‌گوید، جنبه ممنوعه منطقه 51 دلیل کنجکاوی بیشتر مردم می شود تا بدانند در آنجا چه می گذرد. آغاز ساخت منطقه 51 مستقیماً با توسعه و آزمایش هواپیمای شناسایی یوتو مرتبط است. بعد از جنگ جهانی دوم، سیاست پرده آهنین اتحاد جماهیر شوروی یک خاموشی و جدایی از بقیه دنیا را ایجاد کرد. و وقتی در سال 1950 شوروی از حمله کره شمالی به کره جنوبی حمایت کرد، بیش از پیش روشن شد که کرملین می‌خواهد بر کل دنیا نفوذ داشته باشد. فناوری، نیت‌ها و توانایی راه‌اندازی یک حمله غافلگیرانه توسط شوروی آمریکا را حسابی نگران کرده بود. در اوایل دهه 50 میلادی، نیروی هوایی و دریایی ایالات متحده با فرستادن چندین هواپیمای شناسایی به داخل اتحاد جماهیر شوروی دست به ریسک بزرگی زدند. این هواپیماها به دلیل پوشش راداری بایستی در ارتفاع خیلی پایین حرکت می‌کردند و این دلیل مخاطرات بسیاری برای این هواپیماها بود. در نهایت در سال 1954 آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا دستور ساخت یک هواپیمای شناسایی رادارگریز که بتواند در ارتفاع بالا حرکت و اهداف را شناسایی کند صادر کرد. پروژه ساخت این هواپیما با نام یوتو کلید خورد. اولین مشکل این پروژه پیدا کردن مکان مخفی و امن برای تولید این هواپیما بود. در نهایت منطقه 51 به دلیل دورافتادگی از مراکز جمعیتی انتخاب و از آن به بعد این منطقه به یک مکان فوق سری ارتش آمریکا تبدیل شد. مهندس کلی جانسون، یکی از مهندسان اصلی پروژه یوتو، برای قانع کردن کارکنان دیگر این مجموعه نامی فریبنده برای آن برگزید: مزرعه بهشت. تست و بررسی یوتو در جولای 1955 شروع شد و دیری نگذشته بود که هواپیماهای مسافربری که بر فراز صحرای نوادا پرواز می‌کردند، شیهای پرنده ناشناسی را رویت و گزارش کردند که در ارتفاع بسیار بالا پرواز می‌کنند. خوب بدونید که در آن سالها هواپیماهای مسافربری نمی‌توانستند با ارتفاع بیشتر از 6000 متر پرواز کنند و وقتی یوتوهای در حال پرواز در ارتفاع 18500 متری را دیدند، گزارش دادند که آنها اشیاء ناشناس پرنده کرات دیگر را مشاهده کردند. طبیعتاً مقامات رد بالای نظامی می‌دانستند که این اشیاء چیزی جز هواپیمای یوتو نیست، ولی آنها اجازه نداشتند در این مورد مطلبی بیان کنند. به همین دلیل تحقیقات آب و هوایی در ارتفاع بالا و پدیده‌های طبیعی را دلیل مشاهده این اشیاء پرنده اعلام کردند. هنوز هم فعالیت در منطقه 51 ادامه دارد و طبق عکس‌های گوگل مپ تعداد زیادی ساخت و ساز در این مجموعه انجام شده.
اگر صبح‌های زود از نزدیکی این منطقه عبور کنید، ممکن است چندین نور را در دوردست ببینید که بالا و پایین می‌روند. آنها بشقاب پرنده نیستند، بلکه هواپیماهای یک خط هوایی مخفی برای انتقال کارکنان این مجموعه به شهرهای دیگر هستند. اطلاعات زیادی از درون منطقه 51 آمریکا وجود ندارد، ولی پیتر مارلین مورخ هوافضا حدس می‌زند که دولت آمریکا در حال تست و بررسی پیشرفته‌تر رادارگریزی، سلاح‌های فوق پیشرفته، وسایل حمل و نقل پرنده بدون سرنشین و سلاح‌های الکترونیکی پیشرفته‌تر است. کریس پوکاک، تاریخ‌دان هواپیماهای یوتو و نویسنده چندین کتاب درباره منطقه 51 می‌گوید دولت آمریکا در این محل مشغول تحقیقات بر روی پروژه‌های ارتباطات رادیویی بسیار پیشرفته و سلاح‌های لیزری و انرژی است. با اینکه ممکن است روایات و افسانه‌های بسیاری در مورد منطقه 51 وجود داشته و بسیاری از آنها هم تخیلی باشند، ولی انسان‌ها در مورد مکان‌های ممنوعه کنجکاوی بیشتری کرده و خواهان اطلاعات بیشتری از درون این اماکن هستند. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه خوشتون اومد، جالب بود، حتما کامنت بدین، لایک کنین، سابسکرایب کنین. اگرم درخواستی برای ویدیوهای آینده دارین، برامون کامنت بذارین و ما سعی می‌کنیم براتون درست کنیم.